قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. برای اینکه این مجلس، مجلس امشب مقبول در راه حق باشه، مفید واقع بشه برای همه ما مستمعین و متکلمین، اجماعا صلوات محمدی ختم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب، مصیبت شهادت حضرت سیدت النساء فاطمه زهرا علیه السلام به روایت مختلف هستش. در این ایام یکی از روایات شهادت بود و همچنین وفات حضرت معصومه سلام الله علیها. تسلیت عرض میکنیم به دوستان، بزرگواران، خواهران گرامی، برادران عزیز. آیه که تلاوت شد برای دوستان اشاره به صبر میکنه، اشاره به حقیقت صبر میکند این آیه. خب، همه دوستان میدانند که مسئله صبر مسئله بسیار حساس در قرآن و در روایات هستش و یک تعریفی داره. جهات مختلف صبر رو این تعریف در بر میگیره. ما وقتی میشنویم کلمه صبر رو میگیم که خب صبر کن، گرسنه‌ای صبر کن، تشنه‌ای صبر کن، فقیری صبر کن، خانه نداری صبر کن، نمیدونم ماشین نداری صبر کن، خونه دوره صبر کن، با مترو سوار میشی مشکلات داری صبر کن، پولت کمه صبر کن. همش این جهت رو در نظر داریم. وقتی که کلمه صبر رو میشنویم ما این جهت رو بیشتر در نظر داریم، جهات دیگر رو در نظر نداریم، در حالی که این یکی از جهاتشه. اعتبر من الاخوان اذا ممکن کلش زید نکده ترجم اذا تقعد هذيك الجهه حتى الصوت قوي كلش ما اقدر اركز ما يزعجكم حتى لو كرسي تاخذون ابد ما يزعجني، المهم انه اقدر اركز. احسنتم كثيرا، سامحوني اعتذر انه الصوت يصير خلل بالجسم. عرض کردم که برای ترجمه ادامه بدم ترجمه رو، فقط اون جهت که یکم من برای اینکه صدا بتونم مطلبم رو حواسم جا پرت میشه که صدا میشنم. خب صلوات و محبت. خب آیه میفرماید بشرا بده، خبر خوب بده. به چه کسی؟ به بش و بشر صابرین، به کسانی که صابر هستند، به کسانی که همیشه صبر میکنند خبر خوب بده، یعنی به اونها مقام بزرگی در قیامت داده خواهد شد. بشر صابرین، بشراست برای اونها. بشرا یعنی خبر بسیار خوب، یعنی خبر بسیار خوشحال کننده. پس ببینید دوستان، خوب توجه کنید، ما وقتی حرف از صبر میزنیم نکته ای که در ذهنمون میاد همین جهات مادیه. عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم، در حالی که تمام انواع صبر این نیست. ما سه تا مقام صبر داریم، خیلی مهمه توجه کنید. سه مقام برای صبر داریم، یعنی سه صبر، سه نوع صبر داریم. یک صبر که همین بلا، پدرم فوت کرد، خدای نکرد، مادرم فوت کرد، خدای نکرد، همسرم فوت کرد، خدای نکرد، بچه فوت کرده، خدای نکرد، مریض شد از دنیا رفت، اینا بلاست، درسته؟ فقر بلاست، غربت بلاست، خطر بلاست، اینا انواع بلا هستش و صبر میکنه انسان در مقابل اینجور انواع از بلا. علیکم السلام و رحمت الله. این نوع صبر رو تعبیر در روایت هستش صبر بر مصیبت. اگر انسان صبر بکنه بر این جور نوع بلا، روایت هست، امروز در کافی خواندم، ببخشید در وسائل شیعه خواندم این روایت رو، خیلی عظیم روایتش.
میفرماید این نوع صبر 300 درجه در مقابلش خدا به انسان میده، 300 درجه به انسان خدا میده. علیکم السلام. هر درجه فاصلش از زمین تا آسمانه، هر درجه فاصلش از زمین تا آسمانه. حالا من واقعا خودم نمیفهمم منظور امام چیه، اینقدر این روایت عظمت این صبر رو میخواد بیان کنه، اینطور بیان کنه. امام معصوم میفرماید صبر بر مصیبت، این مصیبت نازل میشه بر انسان، صبر در مصیبت یعنی چه صبر؟ یعنی انسان از حدش خارج نشه، کفر نگی، به خدا اعتراض نکنه. حسد کوچک ها دوبال میکنن، من خوشحال میشم. وقتی انسان به خدا اعتراض نمیکنه، یعنی قابل قبول کردم خدا، مشکلیه دیگه، دلم سوخت ولی من قبول میکنم، تحمل میکنم. این نوع صبر 300 درجه، هر درجه فاصله از زمین تا آسمان. وقتی هم آسمان دیگه نیم، چون نمیدونیم چه آسمانی، آسمان دنیا که نگفت روایت. بعد آسمان دنیا کجاست؟ آسمان دنیا فقط آسمان کره زمین که نیست. قبول میکنه این واضحه برای دوستان یا خیر؟ آسمان که میگیم، آسمان که همین فقط آسمانی که ما با چشم میبینیم نیست. خود قرآن میگه سماوات، نمیفرماید سماء الدنیا. سماء الدنیا یک اشاره به یک سماه. خود قرآن اشاره میفرماید سماوات یعنی آسمان ها. روایت میفرماید صبر در بلا به مقامی میرسونه انسان رو که 300 درجه خدا به او میدهد، هر درجه از زمین تا آسمان. خب صبر دوم، صبر بر طاعت. این صبر دومی که دوست داشتم برای دوستان صحبت کنم، صبر بر طاعت. پس صبر اول چی شد دوستان؟ صبر بر بلا. خوب در ذهنتون باشه، این یه مقام اول. تازه مقام اول صبر، صبر بر بلاست. مقام دوم صبر، صبر بر طاعت. یعنی طرف عبادت دوست داره بکنه، یه ماه دو ماه سه ماه عبادت میکنه، بعد اینو میتونه نماز حوصله نداره، خدایی نکرده نماز صبح رو بیتابی میکنه، بیحوصلگی میکنه، خدایی نکرده نماز واجب رو دیر میخواند، اینا توفیقات صبر بر عبادت از دستش رفته. توجه کنید، از انماط صبر بر عبادت. خب خودتون الان میتونید دریافت کنید. بچه ها یکم آرام عزیزم، صبر بر عبادت چند تا قسم داره. عبادت، بعضی عبادت جسمیه، بدن باید یه حرکت بکنه. بعض عبادات نه. چی هستش؟ روحی، بله اون خیلی قطعیه، ولی به غیر از جسمی، به غیر از اینکه یک عبادت فردیه، عبادت اجتماعیه، عبادت های اجتماعی، صدقه دادن، خمس دادن، زکات دادن، نه عبادتی یا نیست؟ واجبی یا نیست؟ اینا هم صبر میخوادم. همین داستانش تعریف کردم، تکرار نمیکنم. اون آقایی که در جنوب لبنان ابدی برای ما این داستان تعریف کرد، که گفته بود منو ببند، شیخ آمده بود خانه، گفتم من میخوام خمس بدم. گفت خب خمس بدی، چرا ببندم به شما؟ طلاق ببندم. گفت شما قضیهشو نمیدونید. داستان تعریف کردم برای دوستان، مختصرش عرض میکنم. این آقا رو بس، گفت حالا برو زیر اون درخت، یک کوزه ای نمیشه چه هست، تمام مبالغ خمست اونجاست، بردار زود برو، وگرنه من مانعت میشم. این مشکل صبر بر عبادت داره، توی خمس دادن مشکل داره. یکی دیگه نه، تو نماز خوندن مشکل داره، خمس مشکل نداره. یا آقای ما میشناسی؟ خود بنده میشناسم، تاجر خیلی بزرگی بود، حالا دیگه ندیدمش، گفت قولی داده بود و بعدش دیگه متاسفانه غیبش زد. خیلی تاجر بزرگ، گفته بود مدرسه برای مؤمنین توی کشور چیز بود. علی کل، این آقا مشکل پول دادن نداشت، پولای کوچیک خمس نمیدونم خمس که نه، مثلا پول مثلا یه گاف سر ببرید بده دو فقط فلان بگو، مشکل نداشت، ولی نماز نمیخوند. تاجر، مؤمن، اهل بیتی، روزه میره میشنوه، نماز نمیخوند. چرا؟ اصول نداره، عادت نداره. آدم ها مریضیاشون یکی که نیست. بهش گفتن آقا چرا نماز نمیخوند؟ یه عالمی توی آمریکا دید این آقا رو، گفت چرا نماز نمیخوند؟ گفت ببین من خوبی زیاد میکنم. گفت ببین
اگه یک سفره از آمریکا تا آسیا سفره واضحه که بکشی تمام فقرهای کره زمین بشینن روش، نماز برای خدا نخونی فایده نداره. فایده اون داره، اون کار خوبه، ولی کافی نیست. خدا مگه نمیتونه همه رو سیر کنه؟ اگه خدا بخواد نمیتونه هیچ گرسنه‌ای بر وجود در عالم نباشه؟ میتونه یا نمیتونه؟ خدا از تو نماز میخواد و صدقه و خمس میخواد، مشکل نداره. پس صبر دوم، صبر بر همه هستید؟ بر طاعت. صبر اول صبر بر بلا، صبر دوم صبر بر طاعت. این صبر بر طاعت چه مقامی خدا بشه؟ حالا ایشون تشریف آوردن، من تکرار میکنم چون ایشون عزیز ما هستن، دست شاگردان دست حوزه هستن. این فقط میگم صبر بر عبادت، بر طاعت، بر بلا، بر مصیبت مقامش چی هستش دوستان؟ 300 درجه. هر درجه فاصلش بین زمین و صبر دوم 600 درجه. عجیب روایت، 600 درجه بین تخوم الارض الى العرش، تخوم اعماق زمین تا عرش. این صبر دوم. پس ببینید، توجه کنید تو سایه صلوات خدا. اللهم صل علی محمد. یعنی میفهمیم که صبر بر طاعت سخت‌تر از صبر بر بلاست. قبول دارید یا خیر؟ خیلی سخت‌تر باید باشه. 600 درجه، هر درجه فاصلش از تخوم الارض، این روایت همین نصشه، من تخوم الارض الى العرش. اما صبر سفون، اون صبریست که واقعا خدا عزت بده به اون مؤمنی که توفیق این صبر رو داشته باشه. صبر بر معصیت یعنی چه؟ ببخشید، عن المعصیت، نه بر معصیت، از صبر عن المعصیت. پس صبر علی البلا، علی المصیبه، صبر بر طاعت، چون طاعت انجام دادنش صبر میخواد، انجام طاعت صبر میخواد. هر طاعتی ها، هر طاعتی، فکر نکنید این شیخ استثناء میشه، اصلا شیخ هم بدبختی های خودشو داره، مرجع هم مصائب خودشو داره، مجتهد هم مشکلات خودشو داره. همه تو قضیه یکی هستیم، چه روحانی، چه شیخ، چه مبلغ، چه دکتر، چه همه. صبر بر طاعت انماط داره، عرض کردم دیگه، مدل های مختلف. ولی صبر بر چه؟ از معصیت، عن المعصیت. معصیت اومده جلوی چشم جوان، اومده در دستان جوان معصیت رو انجام بده، صبر بکنه. اینجا روایت میفرماید 900 درجه به این بنده داده میشه. اونجا 300، 2600، اینجا 900 درجه از تخوم الارض الى اعلى العرش، الى نهایت العرش، تا آخر عرش، نه تا عرش، تا آخر عرش. اصلا میفهمیم یعنی چی این مقام رو؟ من شخصا از بکنم، فقط دارم نقل روایت میکنم. وگرنه عرش چیست؟ نهایت عرش چیست؟ این چه مقامی است که داده میشود به انسانی که از معصیت دست بکشه؟ یه جوانی که یک دختری که بد لباس پوشیده، بد ظاهری داره، جذابه، چشمش رو برداده، بگه خدا فقط به خاطر طاعت من برداشتم، فقط معذرت میخوام، ترک معصیت میکنم، چون این معصیت موجب رضای تو نیست، این کار موجب رضای تو نیست، من چشم میپوشم. اون مردی که دوست داره غیبت بکنه، لذتی داره غیبت برش، خیلی لذت داره. بعضیا میگن که آقا بذار غیبت بکنم، نمیتونم، بذار تو رو خدا. میگه حالا نکن غیبت. میگه نه آخه گیر کرده، گیر کرده، اینجا گیر کرده، اگر نگم یه جورایی میشه. باور کن شدیدم جوک نیست، من شدیدم خود. میگه حالا بذار بگم من واسه استغفر الله انشاءالله الله نجعل غیبت، حتی نشدم این. میگه خدا انشاءالله غیبت نذاره این. بابا غیبت چیه؟ خدا غیبت نگذاره.
چیزهای عجیب انسان تو این دنیا میبینه. چرا؟ چون دیگه غیبت رسیده به اینجا، روحش میطلبه این غیبت رو، روحش میطلبه این دروغ رو، روحش میطلبه این چشم چرانی رو، روحش میطلبه این کلمه بد رو، روحش میطلبه این فسق رو، روحش میطلبه این فجور رو. میفته توی این قضیه. میدونید بعضی جوانها در همین کشور، من میشناختمشون، اخباری به من رسید الان با شراب هیچ مشکل ندارم. خدا گواه برای من سنگین بود. اشخاصی میشناسم تو همین کشور، تو کشورهای دیگه، با کثیف‌ترین معاصی مشکل ندارند. کسی که میومد در یک از کشورهای شمال آمریکا کنار ما مینشست، را همون سفره روزه میشست و غذا میخورد. فکر میکنید قضیه ضمانتیه؟ هیچ ضمانتی نیست. چقدر زیباست وقتی انسان بگه خدا عاقبت من رو به خیر، عاقبت ما را به خیر بگرد، یا اللهم افترب کتب لنا حسن عاقبت، حسن عاقبت. چقدر عظمت داره. سه مقام از صبر عرض کردن امشب. این رو عرض میکنم، فکر نکنیم که چون که من یه مدتی روحانی بودم تموم شد تا آخرم ضمانت شده. این حرفا نیست. نه به ریشه، نه به انگشتره، نه به امامت، نه به عباس، نه به ظاهره، نه به هیچ، این حرفا نیست. قضیه این که انسان همیشه این رو احساس کنه خدایا من حقیرم، من ذلیلم، من به کرم تو نیاز دارم، اگه تو رو برگردونی از من بدبخت میشم. انسان همیشه فقیر خدا باشه، فقیر اهل بیت باشه. این حالت اگر در انسان حفظ بشه، اینا تردش نمی کنن انسان، خدا اینا رو ترد نمی کنه. باور کنیم. خدا کی رو ترد میکنه دوستان؟ مغرور رو ترد میکنه. کسی که میگه من این حرفا دیگه نیاز ندارم، کجا این حرفا رو برای یکی دیگه بزن. کسی که میگه من روایت دیگه نیاز ندارم، کسی که میگه این حرفا تکراریه، کسی که میگه اینها، اینا مغروره دیگه، تمام شد، اینا مطروده. و ما خسارت کردیم اگه اون رفت؟ نه، اون خودش خسارت کرد. ما وظیفه همون که دل بدیم به این شخص، همت بگماریم، صبر بکنیم. این صبر بر کدومه؟ برای هدایت دیگران. صبر بر کدوم قسمته دوستان؟ کدوم قسمت از صبره؟ هدایت دیگران. دفعه احسنت برای سلامتیش صلوات بفرستید. صبر بر طاعته؟ چون دعوت دیگران به خدا چه اسمش چیه در فقه که دوستان بعضیا دست فقه میخوانند؟ الحمدلله، امر به معروف. از واجبات یا مستحبات؟ واجبات شروط داره. خب برگردیم به مطلب. صبر شد بر بلا، صبر بر بلا، صبر بر طاعت و صبر از معصیت. یعنی انسان صبر میکند که از معصیت به دور باشد. یکی از پادشاهان بزرگ بلاد فارس، یعنی کشور بلاد فارس یعنی چی؟ یعنی ایران و افغانستان و قسمتی از هند و پاکستان و شمال ایران و تمام این مناطق بلاد فارس بوده در یک زمان. یکی از پادشاهان، من 6 نکته خیلی خوشم آمد از این نکات، میخوام برای دوستان عرض کنم. یک، صلوات محبت. اللهم صل على محمد. این 6 نکته‌ای که اینجا طرح میکنه در حقیقت مثل عنوان 6 حکمت میتونیم بهش بدیم، که تقریبا زبده این نکاتی است که این شخص یا این وزیر یا این شخصیت به نقل کرد به پادشاهش. خب اجازه بدین من اسمش رو عرض کنم. میگد که نقل میکنند که حکی ان کسرا سخط على بزرگ مهر. اتصور هذا، فکر میکنم بزرگ مهر به عربی نوشته داستانش رو، ولی همون بزرگ مهر. کسرا غضبناک شد بر بزرگ مهر، خیلی غضبناک شد.
حالا این بزرگ مهر چه کارش کرد؟ کسرا وقتی عصبانی شد انداختش در زندان. فحبسه فی بیت مظلم، در یک جای بسیار تاریک. گفت به تمام بدن این آهن ببندید، سلسله و زنجیر و غل و زنجیر ببندید به بدنش. این ایامی در همون حالت بود. پس کی زندان بود؟ بزرگ مهر. به امر کی؟ کسرا. بعد از چند روز کسرا فرستاد گفت ببینید این بزرگ مهر وضعش چجوری. میگد فاذا هو منشرح الصدر، رفته دیدن کسرا این بزرگ مهر خیلی ریلکس، خیلی راحت نشسته، منشرح الصدر، مطمئن نفس، خیلی نفسش هم مطمئن، اصلا انگار نه انگار توی گوشه تاریک. میدونید زندان های اون زمانه ها اصلا قابل قیاس با زندان های دوره ما ها نیست. ما زندان های این دوره من تو فیلم دیدم، انشالله هیچ وقت هم از نزدیک انسان نبینه مگر برای ویزیت این غریبان، مثلا برای که جوابی سوال بینه، ولی انشالله هیچ کدام از دوستان هیچ زندانی رو انشالله نبینه. و مؤمنین و مؤمنات در همه زندان های دنیا به حق آبروی فاطمه زهرا انشاءالله آزاد شوند. خیلی سخت، واقعا مسئله سختیه. ما بعض وقت فکر میکردیم به همون سادگی روحمون وقتیم خب زندان میره آدم یه قرآن حفظ میکنه، کتاب میخونه، این حرفا نیست. خیلی سخت از این حرف هست، اینقدر ظلم ها هست، اینقدر محرومیت ها هست، اینقدر چیزهایی هست، خصوصیاتی هست. ولی این آقا رفتن نفسش راحت، گفتن آقا فی هذه الحاله من الضيق ودعاك ناعم البال، میگه خیلی راحتی، چیکار کردی؟ گفت من یه دارو ساختم برای خودم، 6 تا عنصر داره این دارو، 6 تا المون داره این دارو. 6 تا چی داره به فارسی؟ عنصر، همون عنصر. آخه عربی عنصر، عنصر میگه. 6 تا عنصر داره این دارو، 6 تا عنصر و یک ملانج، یک مخلوطی از 6 عنصره. خب بفرما این شیش عنصر چیه؟ گفت عنصر اول این دارو فثقت بالله عز و جل، امید به خدا عز و جل که قدرتی بالاتر از اون نیست، پس برای چی من صبر نکنم؟ تقلا کردن نمیشه، خیلی راحت، ثقه بالله، ریلکس نشستی، اصلا هیچ مشکل ندارد، بلا بیاد، خدا که هست. نکته دوم، عنصر دوم، ببینید بعضیا اینا رو ندارن، مشکلات روحی پیدا میکنن، مشکلات نفسی پیدا میکنن، خانه نشین میشن، زندگیشون خراب میکنند، ازدواجشون خراب میشه، تربیت فرزندشون خراب میشه، خانه هاشون خراب میشه، هی مضطرب، هی استراب، هی ترس، چی بشه نشه، اون کاغذ چی میشه، اون اداره چی میشه، اون بزنس هم چی میشه، اون مغازه هم چی میشه، اون صاحب کارم نندازه منو بیرون از کارم، اون نمیدونم دانشگاه مردود نشم بعد نتونم سال دیگه بخونم، همه جور استراب 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 استراب، تا که مجبوری بابا این نشسته یک جا نمیدونه فردا سرشو میبرن، استراب نداره، نمیدونه فردا شاید سرشو قطع کنم، استراب نداره. میگه فقط ببینید چقدر داروهای عظیم اسلام برای ما گذاشته، ایمان برای ما گذاشته، اینا ایمان. نکته اول، پس این داروی اول. داروی دوم، و اما الثانی فکل مقدر کائن، آقا جان من عقیده دارم هر چی نوشته شده است خواهد بود، من که نمیتونم عوض کنم، اگه نوشته شده بوده این مقدر ماست. خیلی مخلوط زیبایی ها داره این چیز، این شیشتا عنصرش خیلی زیباست. اگه این مقدر ماست، خب مقدر ماست، الحمد راضی به رضا الله، راضی به؟ نکته دو، نکته سوم، من وقتم هنوز تموم نشد. نکته سوم، فالصبر خیر ما استعمله الممتحن، بهترین چیز صبره، همیشه هم صبر نتیجه داده. نکته چهارم، فاذا لم اصبر فماذا اصنع ولا اعین على نفسی بالجزع، میگه اگه صبر نکنم چه کنم؟ قصه بخورم؟ آخه چه کاری؟ این نسخه چهارمه. قصه خوردن فایده نداره. طرف میاد مثلا یه جایی من خودم از یه مدت پیش جریمه شدم. یه جایی داشتم میرفتم 52 کیلومتر رفتم. یه دستگاه گذاشتن از این دوربینا یه دونه زد فلش بره من. و
واقعا من راحت شدم. ای خدا الان 100 یورو به حسابمون ریخت، از حسابمون در اومد، نه به حسابمون، از حسابمون در میاد. تازه یکی از نقطه‌ها یکیش کم میشه. به خاطر چی؟ 2 کیلومتر. حالا من خیلی ملتزم هستیم، چون من عقیدم اینه که باید ما ملتزم باشیم، حتی اگه دوربینم نباشه. واقعا ملتزم هستیم، باید ملتزم. ولی 2 کیلومتر رو نتونستم کنترل کنم. ماشین رو 2-3 کیلومتر نمیشه کنترلش کرد بعضی وقت. متاسفانه اینجا دوربین رحم نکرد، خودشم برای من نامه فرستاد که 2 یا 3 کیلومتر بیشتر افتاد. گفتم خوش انصاف، 2-3 کیلومتر رو خدا هم یه جایی برای انسان گذاشته، یه مقداری رحمتی چیزی. حالا ناراحت میشه انسان، ولی غصه بخورم. حالا تا کی من غصه بخورم؟ اگر از چند دقیقه تجاوز بکنه، هر قد تجاوز کنه اشتباهه، اشتباه هیچ اثر فایده نداره. فایده داره؟ عوض میکنه چیزی رو؟ فقط من غصه میخورم. غصه خوردنم جگر انسان رو خسته میکنه، دل انسان رو نابود میکنه، روح انسان رو خسته میکنه. پس غصه برای چی؟ خب دفعه بعد حواسم بیشتر جمع کنم. دوربین گذاشتن، آه 50 نرو، 48 نمیمیری که. اینجوری به خودم خطا. ببین من یه مثال شخصی دارم عرض میکنم که خیلی واضح باشه. غصه فایده 1000 یورو هم باشه، غصه برای چی بخورم؟ و این اتفاقات میفته در زندگی. یه جا 1000 یورو از دستت میره، یه روز 100 یورو. انسان باید خدایی باشه، بعد غصه. بعد بگذار برای کسانی که عقیده به خدا ندارن، عقیده به آخرت ندارن. اجازه بدید من ادامه بدم. و اما الخامس، نکته پنجم، فقد یکون اشد مما انا فیه. خب آقا خیلی زیباست این پنجمیه، میگه من الان اینجا، خب میتونستم یه جای بدتر باشم. الان تو زندانم، آقای من بستن، ولی حیوانات وحشی نگذاشتن کنار که هر لحظه من بخوام حلا و جزع بکنم. پس میتونستم تو یه جای انسان به بدتر فکر. دوستان من یادم یک طلبه ای بود هندی، یک صلواتی هم بود، یک طلبه ای بود هندی، طلبه که همه میدونی چی، طلبه روحانی، درس حوزه میخوند در قوم. این آقا منو دعوت کرد، خدا انشاءالله هر کجا هستش توفیقاتش رو زیاد کنه. این دعوت کرد و من رفتم منزلش با خانواده. ما یه منزل متواضعی داشتیم در قم. حوزه به ما یه منزلی داده بود، متواضع. نمیخوام برای خیلی تعریف کنم چند متر بود و چی شد. 37 متر بود. متواضع. ما بود قدیمی. ولی حوزه داده بود. برای ما هم خوب بود. نزدیک کارمون بود، درسمون و اینها. خیلی نزدیک هم نبود، بد نبود. علی‌کلی. ولی بعضی اوقات خونه بعضی از این طلاب متمکن که میرفتیم، خب حق داره، بالاخره خدا بهش داده. حرام که نیست خونه بخره، خونه خیلی بازار مثلا میرفتیم، اصلا حسودیمون نمیشد، ولی میفهمیدیم که خونمون خیلی چی هستش؟ کوچیک، فقط به این مقدار. ولی اصلا الحمدلله اصلا به این قضیه نبود، ولی احساس میکردیم فقط. ولی هیچ وقت نرفته بودم یه خونه ای که از این چه باشه؟ کوچیکتر و بدتر باشه. تا اینکه این طلبه ما رو دعوت کرد منزلش، رفتم دیدم منطقه‌ای در قم هست که اصلا من فکر نمی‌کردم در قم اینجور منطقه‌ای باشه. واقعا به شما بگم، هم خودم هم خانواده برگشتیم شاکر نعمت. خیلی عجیب بود این ویزیت، خیلی اثر داشت این ویزیت. دوستان اگه میتونید اینجا توی غرب، تو هر کجای دنیا به فقیرها ارتباط داشته باشید، به فقرا، به مریضها سر بزنید، به مرضا، اینا مهمه برای شکر نعمت خودمون، برای روحیه خودمونم مهم. آدم مریض که میبینیم میبینی خدایا چقدر تو به من نعمت دادی. چند روز میشه که از مغزها رو من اینجا دیدم، اینقدر جگر انسان میسوزه، میگم خدایا تو چقدر به من نعمت دادی. پس این نکته هم خیلی مهمه دوستان، که این آقا میگه که بزرگ مهر، میگه من میتونستم تو جای بدتر باشم، خدا رو شکر همینجا هستم. و نکته آخر، فمن ساعت الى ساعت فرج، هر لحظه به لحظه احتمال فرج هست. پس من یه امیدی دارم.
دوستان چرا من با این داستان اجازه بدید دو سه نکته عرض کنم و بعد ذکر و مصیبت حضرت زهرا بشه میشم انشاءالله هدیه کنیم به روح شهدا مخصوصا شیخ نمر شهدای حجاز شهدای عراق در هشت شعبان اینهایی که جان به کف رفتن برای دفاع از حریم کربلا و کربلای معلا و نجف اشرف واقعا اینها واقعا فداکاری دارن میکنن پدرهای بچه هایی هستن که بعضی بچه هاشون 5-6 ساله و اینطور و دارن شهید میشن پشت سر هم به فتوای مرجعیت خودشون فدای حفظ اسلام حفظ کیان تشیع حفظ اماکن مقدسه این مجلس رو ما امشب هدیه میکنیم به روح این بزرگواران انشاءالله فقط اجازه بدید قبل از مصیبت دو سه تا نکته عرض کنم ما شاید با دو نکته اول دوستان صبر که بگیم معناش این نیستش که آدم دنبال این باشه که دیگه خدای نکرده بی عرضه باشه در زندگی آدم مثلا اگر مریضه معنا نداره آقا صبر میکنیم یعنی چه؟ صبر میکنیم اشکال نداره ولی میری دنبال دارو حق نداری بشینی بگی من صبر میکنم تا بمیرم اگه دارو نداری خب حرف دیگه ای اگه بیماری دارو داره حق نداری کوتاهی کنی من از مراجع شنیدم نقل کردن مرجع وقتی دکتر بهش میگفته دارو ساعت 6 و 12 و 6 بخور یعنی 6 صبح 12 و 6 عصر بخور طرف میگه میدیدم مرجع رو خادم مرجع میگه میدیدم مرجع رو به دقیقه اصلا ساعت که این دارو رو در اونده داره میخوره مرجع خودش باید فتوا بده ولی فتوای طبیب رو قبول کرده متخصصه پس حق نداره انسان بگه من مریضم چیکار صبر کنید مریضی ها چیکار همین بی خیال بشه نه دو برای فقر اگر حلی داری حرکتی بکنی اقتصادی حرکتی بکنی تجاری باید بری حرکت بکنی معنا نداره بگی من فقیرم اشکال نداره همین وضع فقیر نه دنبال باش اگر علمه با علم اگر با معرفت با هر حلی ولی اگر مصیبتی بود فراتر از ما بود فراتر از قدرت مثل مصیبت اهل بیت علیه السلام نه دیگه فراتر بود حضرت زهرا مصیبتش اینطور نبود که کوتاهی کرده باشه خانم به ابیه و فدایش پدر و مادر حضرت زهرا کوتاهی وجودشون مبارک بود وجودشون مقدس بود کوتاهی در وجودشون شمه‌ای از کوتاهی ما پیدا نمیتونیم بکنیم ذره ای از کوتاهی نیست ولی حضرت سلام الله علیها مبتلا بود امتحانات سنگین رو پس دادن و بهترین وجه پس دادن مصیبت حضرت زهرا فقط خود شهادت ایشون نبود مصیبت حضرت زهرا حتی در داستان حسن و حسین بود در داستان علی عباس پسر امیرالمؤمنین بود در داستان خود امیرالمؤمنین بود در قربت خود رسول الله بود خیلی سخت مصیبت سلام الله علیه یا فاطمه ولی فاطمه سلام الله علیها صبر کرد یا نکرد قطعا صبر کرد در سخت‌ترین لحظه اینجا ذکر مصیبت در سخت‌ترین لحظه حضرت سلام الله علیها وقتی اون بلا رو سرشون آوردند خانه‌شون رو سوزوندند اون مصیبت‌ها اون کوچه‌ها اون مصیبت‌ها در جلوی دیدگان امام حسن مجتبی اون صحنه‌ای که بسیار بسیار دل حضرت مجتبی حضرت حسن بن علی رو شکست در تمام اون صحنه‌ها بعدش خواست که امیرالمؤمنین کاری بکند حضرت خطاب کرد به فاطمه ای ها فاطمه این اذان رو میشنوی ذکر اشهد ان محمد رسول الله رو میشنوی ای فاطمه فرمود بله فرمود اگر میخوای این ذکر بماند باید صبر کنی لذا فاطمه زهرا عجیب اینه که ارباب مقاتل میگویند حضرت انقدر صبر کرد که حتی درد اون شکستگی بدنش رو از شوهرش مخفی کرد
لذا حین غسل وقتی حضرت امیر رو غسل میداد بدن فاطمه زهرا را، روایت هست که نقل میکنند لحظه ایستاد و خیلی گریست، پرسیدند یا امیرالمومنین از چه میگری؟ فرمود چیزی رو احساس کردم که تمام این مدت فاطمه بر من علی پنهان کرده بود. چند بیت شعر و التماس دعا. مثل کبوتر محسن و مادر زمین خوردند و با پیکری زخمی شکست پر شکست پر زمین خوردند. در آن هجوم دو گوشوار عرش عرش حق دو سبت پیغمبر همراه با دو چشم تر زمین خوردند. این مصیبت افتادن حضرت امیر وقتی خبر فاطمه زهرا، وقتی خبر شهادت فاطمه زهرا به مسامه علی ابن ابی طالب رسیده، در بین آتش دختران آفتاب از غم غم دیده و زار از شراره شهر زمین خوردن. سادات و عام و خاص و هر قلب سلیمی که کشته گشته به حق دل داده هیدر زمین خوردن. در امتداد کوچه کوی سرخاش را گلهای باغ فاطمه فرفر زمین خوردن. اینجا میان کوچه مولا پشت در زهرا، آنجا حسین و ساقی و اکبر زمین خوردن. تا شد هویدا رأس خونین بر سر نیزه زینب سکین بادوان مستر زمین خوردن. در عصر عاشورا به وقت غارت خیمه دیدم دو دختر بچه را با سر زمین خوردن. لا حول ولا قوة الا بالله. اللهم إنا نسألك وندعوك بحرمة محمد وآله. يا الله اللهم بالزهراء فاطمة، يا الله اللهم عجل لوليك الفرج. خدا ما را از سربازان باقی امام زمان قرار بده تا ما را نیامرزیده ای از این دنیا مبر. عاقبت ما عاقبت این جمع ختم به خیر بگردان. خدا در دنیا زیارت سید الشهدا، در آخرت شفاعتش نصیب ما بگردان. خدا مریضان اینجا، مریضان مؤمنین و مؤمنات، مریضان منظور که از این حقیر التماس دعا خواستن، از صائح به حق فاطمه زهرا لباس عافیت بپوشان. خدا در دنیا زیارت رسول اکرم، در آخرت شفاعتش نصیب ما بگردان. بالنبی و آله وبحرمة الفاتحة مع الصلوات.